سلام به بکس خفن دنیای وارکرفت امیدوارم از هر جای دنیا که رو ویدیوی من کلیک کردی حالت عالی عالی باشو کلی گلد سیو داشته باشی من فورتین کی و امروز تو این ویدیو قرار در مورد این صحبت کنیم که آقا چرا نباید بازی رست اف دلیشکین کلاسیک و پلی داد یا واسش خرج کرد و این بازی رو خرید مطمئنم که واسه خیلیاتون الان علامت سواله که چرا من اصلا همچین ویدیویی ساختم پس حتما ادامه این ویدیو رو تا انتخاب من همراه باشید Let's go. اسپانسر این ویدیو هم تیم وو آنلاینه که میتونید برای خرید فروش تمامی محصولات بلیزارد مثل گیم تایم گولد و هر چیزی که فکرشو بکنید به سایتشون مراجعه کنید. همچنین میتونید جوین کانال تلگرامشون بشید برای برکس که پشتیبانی آنلاین دارن و خیلی سریع جواب شما رو میدن. لینک سایت و لینک تلگرامشون رو همین پایین تو دیسکریپشن قرار دادم که خیلی راحت بتونید پیداشون کنید. خب برای بکس احتمالاً واسه خیلیتون سوالی که مثلا چرا همچین ویدیویی ریکورد کردم و بعد بهتون بگم که اون چیزی که شما رو تام میل ویدیو می‌بینید کل ویدیوی من نیست و من به این نتیجه رسیدم که اگه شما بیای و کل موضوع ویدیو تو توی تام میل خلاصه کنی اون ویدیو واسه بیننده جذابیت خودش رو از دست میده و دیگه رو اون ویدیو کلیک نمیکن برای من یه قسمتی از حرفایی که امروز تو این ویدیو می‌خوام بزنم و گذاشتم رو تام میل که بهش هم این که لیچکینگ رو نخرید و رسافت لیچکینگ کلاسیک به درد نمیخوره حالا بچه دلایل رو توی این ویدیو میگم اول از همه بهتون میگم که بچه من ریشامو زدم به میاد یا نه تو کامنت ها واسه هم بنویسید ریشامو بزنم بهتره یا ریشا رو بذارم حالا جدا از شوخی این پرانتیز خیلی کوچیک بود بریم سراغ اصل مطلب بچه من همین اول ویدیو خیلی واضح بگم که یه وقت درک اشتباه نداشته باشید مفهوم حرفی که من زدم و اشتباه متوجه نشید من توی این ویدیو نمیخوام بیام بگم که لیچکینگ به درد نمیخوره رسافت لیچکینگ نمیشه ازش پول در آورد نمیشه کسب درآمد کرد اتفاقا یکی از بهترین فرصت هایی که شما میتونید برید ازش کسب درآمد کنید مخصوصا اون دو سه ماه اولش یعنی قبل از اینکه دراگون فلایت بیاد این تایم تایم طلاییه که شما میتونید بیاید و ازش استفاده کنید ولی خب من چرا گفتم که همچین تام میلی زدم مثلا نوشتم که آقا لیچکینگ به درد نمیخوره و ارزش نداره که بخریمش بچه اینو من واسه دوستانی زدم که واقعا تازه وارد هستن و تا حالا ورد و رفت بازی نکردن و قصد دارن که الان توی این روزها یا حالا تا یه هفته آینده که رست آف لیچکینگ داره میاد قصد دارن توی این روزها استارت بزنن و بیان رست آف لیچکینگ رو شروع کنن و ازش کسب درآمد داشته باشن یه نکته خیلی مهمی که وجود داره بچه ها اینه که شما به عنوان یک پلیر سفر کیلومتر به عنوان کسی که تازه وارد ورد آف وارکرفت شده اگه بخواید سری گیم های کلاسیک ورد آف وارکرفت رو شروع کنید به بازی کردن حداقل یک ماه تا دو ماه از شما وقت میگیره که بازی رو یاد بگیرید و آماده فارم کردن و گلد فارم کردن و کسب درآمد از بازی بشید خب بچه‌ها من اینو بی میگم اصلا اقراق نمی کنم خیلی شاید شنیده باشید که ورد اف وار کلاسیک که بازی سختیه ولی بازی سختی نیست سختیش به چیه واسه چی انقدر میگن سخته من خودم تو کلی از ویدیوهم گفتم بازی سختیه سختیش به اینه که بچه ها پروسه طولانی داره یعنی از اون نقطه صفر تا اونجایی که شما پایه بازی رو یاد بگیری و بتونی بری فارم کنی حداقل یک ماه تا دو ماه فاصله است مخصوصا واسه پلیرایی که اصلا این سب گیم رو بازی نکردن یعنی بازی جوری طراحی شده مخصوصا نسخه کلاسیکش که شما یعنی حداقل یک ماه سی روز پای هم روزی 6 ساعت اگه بازی کنی بعد روز سیوم تازه میتونی بگید که آقا خب من پایه و اساس گیم و بلدم تازه پایه گیم و یاد میگیری نه که مثلا بگیم تو اون گیم حرفه ای میشی مثل بقیه گیم نیست مثلا یه گیمی گیم هایی که معمولا مچ مچ هستن مثلا یه مچ چل دقیقه میری تو تموم میشه این مدل گیم ها رو بچه شما مثلا تو یه هفته میتونید پایه گیمش رو یاد بگیرید کلا ولی ورد آف فارکرافت کلاسیک جوری طراحی شده که شما یک ماه و بعضا شاید تا دو ماه واسه کسی که اصلا این مدل گیم ها رو بازی نکرده وقت لازمه که بازی رو یاد بگیره اصلا به هیرو لول هفتاد کاری ندارم اینکه هیرو لول 70 داشته باشی اینکه کاراکتر آماده فارم داشته باشی چون اینا بچه های چیزی که حل میشه یعنی شما حتی اگه نخوای خودت یک ماه وقت بذاری یک کرکتر لول 70 کنی میتونی بری بوست لول 70 از بریزارد بخری و خب خود تو یه قدم جلو بندازی از این نظر که هیرو لول 70 داری ولی بچه حتی اگه برید هیروی لول هفتاد بخرید هیروی آماده شده بخرید شما باز هم به نظر من حداقل حداقل یکی دو ماه وقت نیاز دارید که این بازی رو یاد بگیرید یعنی شما یه هیرو لول 70 داشته باشی وقتی بازی رو بلد نباشی هیچ کاری نتونی بکنی تو بازی یعنی عمرن نتونی تو بازی هیچ کاری بکنی سبک این بازی این شکلیه که خورد خورد ریز ریز کم کم خیلی بازی اسلو جلو میره و شما خیلی کم کم یاد میگیرید این بازی رو و مستر میشید تو این بازی خب حالا همه این نکاتی که من گفتم چه ربطی اصلا به رس داشتی داشت تو اینکه گفتم چرا رس رو نخرید بچه من یه ویدیو دیگه یک ماه پیش حدودا گذاشتم و توی اون ویدیو گفتم که بهترین موقعیت کسب به درآمد رس آف لیچکینگ برای کسانی که همون موقع یعنی یک ماه پیش وارد بازی کلاسیک شدن و تا امروز که حدودا یک ماه بیشتر از اون ویدیو میگذره تونستن هم یه هیرو هفتاد کنن که حالا که گفتم هیرو هفتاد کنن اصلا چیز خیلی مهم می نیست چون خیلی راحت میشه خرید این هیرو هفتاد و بازی رو یاد گرفتم پای اساس بازی رو و الان میتونم برن فارم کنن اوکی یعنی بازی رو بلدن لیچکینگ بیاد همون اول میتونن برن تو بازی فارم کنن و اون دو سه ماه اول که فرصت طلایی هست رو استفاده کنن ولی اگه شما تازه بخواید وارد بازی شید بچه مخصوصا اگه پلیر تازه وارد هستید حالا کسی که بازی رو بلد و خودش فوله اصلا این قواعد برایش سازگار نیست این چیزایی که من دارم میگم اصلا به اون ربطی نداره من دارم در مورد کسی صحبت میکنم که تازه میخواد وارد بازی شید. حتی اگه بچه شما شدولند هم بازی کرده باشید فول باشید کلاسیک گیم دیگه است من خودم به عنوان کسی که شادو لند و فول بود یک ماه ازم وقت گرفت که کلاسیک رو یاد بگیرم نه به خاطر اینکه گیم خیلی سختی باشه به خاطر اینکه گیم اسلویه بچه همه چی اسلو توش پیش میره اوکی حتی یاد گرفتن بازی هم اسلوه مثل همه چیزهای دیگش و این یکی دو ماه که شما دارید بازی رو یاد میگیرید همون یکی دو ماه طلایی که بقیه کسانی که همین الان آماده هستن میتونن از این موقعیت استفاده خیلی خوبی بکنن مثل خود من من از یک ماه خورده پیش شروع کردم آماده شدم واسه این گیم و الان دو تا یا سه تا کرکتر آماده دارم ورکاش آماده است بازی رو یاد گرفتم گیراب کردم و کاملا آمادن واسه رسافت لیچکینگ گرچه اگه بیاید تو بچه بعد یکی دو ماه قطعا میتونید کسب درآمد کنید قطعا میتونید گل فارم کنید قطعا میتونید از بازی سود زیادی داشته باشید ولی یه چیز خیلی مهمی رو که از دست میدید بچه ها دراگون فلایت دراگون فلایت سه ماه خلوهش سه ماه دیگه میاد تو این سه ماه بچه که آمادگی دارن از همین الان میتونن بیان این سه ماه و تو رسافت لیشکینگ بتره کنن کلی گلد به دست بیارن کلی پول به دست بیارن و بعد این سه ماه با خیال راحت مثلا برن سمت دراگون فلایت ولی کسی که تازه میخواد استارت بزنه تا بیاد بازی رو استارت بزنه تا بازی رو یاد بگیره تا بیاد شروع کنه گلد فارم از اون ور دراگون فلایت اومده قطعا شما اگه از همین الان استارت بزنید تو کلاسیک هم میتونید گلد فارم کنید تو کلاسیک هم میتونید کسب درآمد کنید کلاسیک از الان تا دو سال دیگه نسخه رسا فلیچ ران یعنی تو این دو سال شما میتونید این فعالیت رو داشته باشید ولی موقعیت خیلی بهتر بچه، اکسپنشن دراگون فلایته که سه ماه دیگه میاد و اگه کسی تازه میخواد استارت بزنه و یه پلیر تازه وارده من بهش پیشنهاد میکنم که الان دیگه واسه راست که دیره چون شما فقط یکی دو ماه طول میکشه که بازی رو یاد بگیری و وقتی که بازی رو یاد گرفتی اون موقع دیگه دراگون فلایت اومده و دراگون فلایت یه موقعیت خیلی بهتر از رستاف دلیچ کینگ بچه ها که جلوتر تو ویدیو بهتون با سند و مدرک توضیح میدن خب برابکس ببخشید که اینقدر صحبت کردم و سرتون درد آوردم از اونجایی که این ویدیو خیلی طولانی شده بود مجبور شدم که به دو پارت تقسیمش کنم و پارت دوی همین ویدیو که یعنی سند و مدرک من برای اینکه چرا دراگون فلایت از راست اف دلیج کینگ موقعیت بهتری میتونه باشه رو فردا آپلود میکنم و لینکش هم همین پایین تو دیسکریپشن قرار میدم که اگه ویدیوی منو دیرتر میبینی بتونید جفتش رو همزمان با هم داشته باشی یادتون نره که چنل رو سابسکرایب کنید و تا ویدیوی بعدی فعلا پیس